سلام هموطنان عزیز، شما را با خبر و رویدادهایی که طول هفته سپری شده در شهر ورشو به وقوع پیوستند آشنا می‌سازیم. سرخط مهمترین خبرها. نمایندگان حرکت سیاسی گروه 24 وارد ورشو شدند. نشست غیر نوبتی در پولشه. دیدار مسئولین با یکی از اعضای حرکت مصطفی حیاتوف که در بازداشتگاه قرار دارد. روزی 10 سپتامبر کنفرانس سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا بخشیده به بررسی حقوق انسان کار خود را در شهر ورشو آغاز کرد. در این نشست بین المللی که از 10 تا روز 21 سپتامبر ادامه می‌یابد، نمایندگان حرکت سیاسی گروه 24 فعالانه اشتراک نموده از وضع ناگواری حقوق انسان در تاجیکستان گزارش خواهند داد. امسال نمایندگان ما را نوردین رضایی مسئول بخش روابط خارجی گروه 24 راهبری میکند. روز 13 سپتامبر در حاشیه کنفرانس سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شهر ورشو پایتخت پولشا ادامه دارد، حرکت سیاسی گروه 24 نشست غیر نوبتی خود را برگزار کرد. در این جلسه جانشین راهبر گروه 24 حسین اشاروف، مسئول روابط خارجی گروه 24 نوردین رضایی و سخنگوی گروه سید علی اشاروف با دیگر فعالان و اعضای مقیم این کشور اشتراک داشتند. در رفت نشست مسائل گوناگون مطرح شدند، از جمله جریان کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا و فعالیت حرکت در این همایش بین المللی. این چونین مسائل بودوباش اعضایان گروه در پولشا مطرح شد که مهمترین آنها رسیدگی به قضیه عضو بازداشت شده حرکت مصطفی حیاتوف که در خطر استرداد قرار دارد و تاکید شد که برای رهایی او بیشتر تلاش خواهند کرد. نشست امروزه در فضای خیلی خوب انجام یافته، مسئولین و اعضای گروه برای انجام نقشه ها و برنامه های در پیش ایستاده با روحیه والا و آمادگی سالم تیاری دیدند. نوردین رضایی در شبکه فیسبوکی خود روز 16 سپتامبر نوشته میکند که به ما میسر شد با برادر مصطفی حیاتوف که در بازداشتگاه قرار دارد دیدار کوتاهی داشته باشیم. خدا را شکر که ایشون خوب است و در یک روحیه بلند قرار دارد. سلام و درود او را به همصفان هموطنان میرسانیم. ضمن دیدار با او گفتم بر نمیگردی، امام علی رحمان را بخشیدن را شروع کرده است. گفت من جنایتی نکردم که او مرا ببخشد. او جنایتکار است و سوال اساسی اینجاست که آیا ما او را میبخشیم یا نه. این بود خبر و رویدادهای حرکت سیاسی گروه 24 از شهر ورشو. خدا حافظ.